سلام دوست عزیز خوش آمدید به سیومین درس آموزش برنامه اکسل 2021 در این آموزش می خواهیم به ادامه آموزش قبلی از منوی فایل انفو از قسمت چک فوریشو شروع بکنیم اولین گزینه یا کمندش انسپیکت داکومنت است انسپیکت داکومنت چیست بررسی میکنه که کدام مورد داخل فایل موجود داره کدام مورد وجود نداره شرط اول اساسی از این ای گزینه ذخیره کردن فایل است اگر ما فایل ما ذخیره کرده باشه این صفحه بر نمیشه اما اگر ما قبلا فایل ما را ذخیره نکرده باشیم این صفحه ظاهر میشه میگه باید فایل ما اولا ذخیره کنیم مثلا میگیم در دستاب ذخیره شوه به نام مثلا سلوی سیب میکنیم بعدا ببینید صفحه انسپکتور بر ما ظاهر شد داکومنت انسپکتور در اینجا بر ما کدام بخش را بررسی میکنه کومنت است داکومنت پروپرتیز دتا مدل و بالاخره تسپن و بخش ها را تانو شما نخواندیم در درس های بعدی میخوانیم با تمام از نابلدیت پیدا میکنیم. یعنی بررسی میگن که داخل ازی جدولایی که در تیبل داره نظری وجود داره نداره معلومات در مورد فایل تایپ شده نشده یا کدام شیت هایت شده نشده به می شکل فیلتر انجام شده نشده کدام نام هایت شده وجود داره نداره ای در فودر تایپ شده نشده این بخش رو بر ما بررسی میکنن کدام ستون یا ردیف هایت شده نشده اینا رو بررسی میکنه مثلا ببینید در این قسمت ما میگیریم چندین ستون ها هایت میکنیم راست کلک میکنیم هایت بعد از انتخاب و زمانی که ما بریم به قسمت انفو و حالا بریم به گزینه چک فور ایشو انسپکت داکومنت یس هر گزینه را که تیک بکشیم باز رو بررسی نمیگنم تمامش تیک مارک باشه میگم انسپکت حالا ببینین کومنتز نو ایتم ور فاوند تیک مارک هست اینه ایچ کومنت نداری ده تا مودل همه از نو چیز نو 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 در زیرشان یا وی دید نات فایند اما در دا قسمت داکومنت پروپرتیز ببینین وجود داره میگه فاوند پیدا داشتن انفورمیشن اگر ایمو بگه این پاک میشه میگه پوینتر ببینین در بخش هایدن روان کالم هیچ زیر نشان نمیده چرا چون ستون که ما هاید کردیم داخلش محتویات وجود نداشت ببینیم ما یک ستون های را هاید میکنیم که داخل از یک محتویات تایب باشه مثلا این ستون هاست ما یک دو تایش های هاید نیکنیم داخل از یک محتویات وجود داره ستون خالی هایت شو هیچ مشکل نداره علف سر است که ستون که داخل از یک محتویات باشه اونا هاید نشده باشن پس میگیم بالا انسپکت داکومنت یس yes, میگیم بالا انسپکت میگیم ای بار ببینین بر ما اینجا مسج می میبینین هایدن رو ان کالمز نمبر اف هایدن کالم فاوند 3 سه ستون است میگه که هایت شده اگر ریموو بگیم اون ستون از بین میره اما اگر ریموو نگیم یعنی حداقل بر ما نشان میده که سه ستون وجود داره که هایت شده خلاصه بررسی میگن که کدام موارد داخل این فایل وجود داره کدامش وجود نداره بعد چک اکسیبیلیتی است دسترسی رو چک میگنه که ما با کدام موارد دسترسی داریم مثلا ببینید ما یک فایل جدید ایجاد میکنم کنترل N میگم در فایل جدیدی که ایجاد کردم حال میرم به بخش انفو چک فور و چک اکسیبلتی ببین در اینجا نشته است نو کمبیلیتی فاوند یعنی چیز پیدا نشد اما ما میگیریم در اینجا یک چیز تایپ میکنیم و یک شیت دیگه هم ایجاد میکنیم حال میبینید بر ما یک وارنینگ آمد در این هم چیز تایپ میکنم و می که دو تا شد وارننگ ما و مشکل ما چی است فعلا شیت اول دو است و در اونجا چی وارننگ های وجود داره ببینین بی اما قسمت مستقیم رو انتقال میده میگه هدف از وارننگ چی است میگه ما شیت ما مطابق با جدول نامگذاری نشده مثلا این میشه که سلاری باشه فرض کنین امین وان سلاری تیبل باشه اما در شیتش ذکر نیست ما با اسانی نیفهمیم که تیبل ما کدام شیت است پس به خاطر بر ما ورنگ میته میگه نام شیدا چینج بکن ما میگیم چی شوه رینیم شوه ورنگ را کجا دیده دی دین قسمت وایفکس اما ببینین در اینجا بر ما ذکر میگه نام شیط مشکل داره باید نام ازو تغییر داده شوه تا بفهمی که دیش چی وجود داره پس بالاش با راست کلیک میکنیم میگیم رینیم مثلا میگیم چی شوه سالری شید یا وارنگ وجود نداره شید دوم میگه نامگذاری گذاری کو که کس نه که دیشید کدام جدول وجود داره مثلا میگیم سالری ریپورت ریپورتس ببین دیگه وارننگ ها ناپدید شد چون این شیت ما نامگذاری شد یعنی هیچ مشکل دیگه وجود نداره بعد چی داریم چک کم چک کم بیلتی, بیلتی، کیفیت فایل چک میکنه که فایل ما سالم است یا نه فعلا فایل ما کاملا سالم است میگه نو کم بیلتی ایشو بر فاون ام بعضی اوقات ممکن است که فایل ما از ورژن های بسیار قبلی باشه یا ویروس زده باشه و باز نشه و اگر باز شه محتویاتش قابل خوانش نباشه بازاری قسمت بر ما مشکلش میگه که این فایل ویروس زده یا از ورژن بسیار قدیمی از مثلا مش فایل 2000 باشه هدف ما از آفیس 2000 است دو صورت میگه مشکل از این دلیل است که یک تعداد امخانی نمیکنه مثلا خوانده نمیشه مثلا فرمولاش درست تفکیک نمیشه بر ما مشکل نشان میده اون فعلا میگه دی فایل ما هیچ مشکل وجود نداره بعد از او بخش منیجر ورک بوک داریم از قسمت منیجر ورک بوک میتونیم مشخص بکنیم که فایل هایی که در جریان کار با اون هستیم یک بگ اگر تکان برق میشه یک مشکل دیگه ایجاد میشه با اون فایل ها را ذخیره نکرده باشیم پیش از ذخیره اگر اون فایل ها بسته شوه از اینجا دوباره برگشت داده میتونیم ببینین مثلا ما این فایل ذخیره کردیم مثلا سالری آل تیبلز این فایل ذخیره شد مثلا نمیگن ببینین سالری آل تیبلز باز میکنیم اما قبلا ذخیره کردیم او بعد از یک تعداد محتویات اضافه کردیم داخل از تغییرات جدیدی که آوردیم کار کردیم امکان داره که یک ساعت کار کرده باشیم دو ساعت سه ساعت این تغییرات جدیده ما ذخیره نکردیم در این صورت یک بگ میشه و کمیتر ما جام و چارچ خلاص شوه اگر دستاب باشه برق بر یک بگ خاموش شوه در این صورت امکان داره که تمام محتویات ما از بین بره در صورت ما میتونیم محتویاتی که از بین رفته از قسمت ریکاور انسی ورک بوک دوباره به دست آورده بتونیم اما فعلا این لیست خالی است چون هیچ کدام فایل بدون ذخیره وجود نداره ای بود درس روز ما امید است از درس روز ما خوشتان آمده باشه ویدیو ما لایک بکنید چینل ما را سابسکرایب بکنید و زنگولا فشار بتین تا ویدیو جدیدی که اپلود میکنیم اونا را هم مشاهده بکنید